تازه ترین تحقیقات درباره واکسن های کووید 19. تا کنون بیش از 5 میلیارد دوز واکسن کووید 19 در سراسر جهان تزریق شده است و این میزان قابل توجه از واکسیناسیون در حالی صورت گرفته که تنها 8 ماه از زمان آغاز جهانی واکسیناسیون می‌گذرد. تا کنون حدود 25% از جمعیت جهان به طور کامل در برابر کووید 19 واکسینه شدند و روزانه بیش از 33 میلیون دوز واکسن در کشورهای مختلف تزریق می‌شود. همزمان با گسترش واکسیناسیون در جهان، محققان بریتانیایی نتیجه جدیدترین تحقیقات خود درباره گونه دلتا را منتشر کردند. طبق این تحقیق، افرادی که به طور کامل واکسینه شدند، در صورتی که به سویه دلتا آلوده شوند، میزان ویروس موجود در بدن آنها میتواند در مقایسه با افرادی که واکسینه نشدند برابری کند. هنوز مشخص نیست که افراد واکسینه شده در صورت ابتلا تا چه اندازه میتوانند دیگران را آلوده کنند، اما تزریق واکسن میتواند از بروز نوع شدید کووید 19 جلوگیری کند. محققان بریتانیایی میزان کاهش اثر بخشی واکسن های فایزر، بایوانتک و آسترازنکا را پس از تزریق دوز دوم اعلام کردند. طبق این پژوهش، ایمنی 88% به وجود آمده پس از تزریق دو دوز واکسن فایزر، بایوانتک با گذشت یک ماه به 74% کاهش پیدا می‌کند. همچنین تزریق دو دوز واکسن آسترازنکا باعث ایمنی 77% می‌شود، اما این میزان پس از 5 یا 6 ماه به 67% تقلیل می‌یابد. توسعه داروی جدید برای جلوگیری از افزایش وزن. گروهی از دانشمندان آمریکایی از توسعه دارویی امیدوار کننده برای جلوگیری از افزایش وزن خبر دادند. این دارو با جلوگیری از اشتها و کنترل گلوکوز خون مانع از بروز بیماری‌های مانند چاقی و دیابت می‌شود. محققان آمریکایی برای ساخت این دارو تمرکز خود را روی هورمونی به نام آسپروسین متمرکز کردند. مطالعات نشان داده سطوح پایین این هورمون باعث می‌شود افراد کمتر دچار گرسنگی شوند، اما میزان این هورمون در افرادی که دچار چاقی هستند و از دیابت رنج می‌برند بالا گزارش شده است. این داروی توسعه داده شده می‌تواند با شکستن چرخه هورمون آسپروسین به وسیله نوعی پاتن به نام پاتن مونوکلونال از افزایش بیشتر وزن در افراد دچار چاقی جلوگیری کند. ارتباط میان دود آتش‌سوزی با زایمان زودرس. تحقیقات جدید محققان آمریکایی نشان می‌دهد تنفس هوای آلوده ناشی از آتش‌سوزی توسط زنان باردار خطر زایمان زودرس در آنها را افزایش می‌دهد. تخمین زده می‌شود هوای دودآلود ناشی از آتش‌سوزی‌ها باعث شده 7000 زن باردار در کالیفرنیا بین سال‌های 2007 تا 2012 دچار زایمان زودرس شوند. دود ناشی از آتش باعث به وجود آمدن ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرومتر در هوا می شود و تنفس آنها با مشکلات سلامتی جدی همراه خواهد بود. از سوی دیگر ورود این ذرات معلق به بدن احتمال بروز حملات قلبی، سکته مغزی و بیماری های مربوط به روان را افزایش می دهد. کشف ارتباط میان چاقی زنان باردار و بروز سرطان روده در فرزندان آنها. تحقیقات جدید نشان می‌دهد کسانی که از مادران دچار اضافه وزن متولد می‌شوند با خطر بیشتری از بروز سرطان روده بزرگ در جوانی و بزرگسالی مواجه خواهند بود. در این تحقیق اطلاعات مربوط به سلامت زنان آمریکایی بین سال‌های 1959 تا 1966 و تا زمان تولد فرزندشان مورد بررسی قرار گرفت. سپس وضعیت سلامت 18000 نفر از فرزندان این زنان تا سال 2019 بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد احتمال بروز سرطان روده بزرگ در افراد بزرگسالی که از مادران دچار اضافه وزن به دنیا آمدند 2.5 برابر بیشتر از سایر افراد است. شناسایی سریع‌ترین سیارک منظومه شمسی. اخترشناسان آمریکایی توانستند سریع‌ترین سیارک منظومه شمسی را شناسایی کنند. سیارکی موسوم به PH27-2021 با قطر 1 کیلومتر هر 113 روز زمینی یک دوره کامل به دور خورشید می‌چرخد. این سیارک دوره کوتاه‌ترین دوره مداری شناخته شده در منظومه شمسی در میان سیارک‌های دیگر است. سیارک یاد شده همچنین پس از عطارد که هر 88 روز یک بار یک دوره کامل مدار خورشیدی را طی می‌کند، دارای سریع‌ترین دوره مداری در میان اجرام آسمانی منظومه شمسی است.